ائتلاف عبدالله حکمتیار و نبیل برزد غنی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: ائتلاف جدید در راه است. مثلث عبدالله حکمتیار و نبیل شکل خواهد گرفت. این در حالی است که دکتر عبدالله روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: ملاقات با جناب انجینیر گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1398. در این دیدار دو طرف درباره انتخابات ریاست جمهوری، آخرین تحولات سیاسی کشور و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کردند. در امین آل آصف آشنا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: در زمین واقعیت، این یعنی آغاز گفتگوهای صلح. آنهایی که منازعه قومی تاریخی قدرت در بحران سیاسی افغانستان را انکار می کنند، مشکل در بیگانگیش با حافظه تاریخی است. با توجه به این منازعه تاریخی، اگر قرار بر صلح باشد، صلح واقعی در منازعه قومی قدرت اینجا رقم می خورد، نه در قطر، نه در مسکو، نه در رهای انس حقانی. در معاملات آمریکایی که زلمه خلیلزاد در آن نقش لوبریکانت را بازی می کند و اشرف غنی درد پس می دهد. من به عنوان یک شهروند هزاره تبار افغانستان در این تصویر هیچ هزاره ازبک و نمایندگان دیگر اقوام را نمی بینم. اما نفس این که در دیپلماتی قدرت عبدالله پرچم ثبات و همگرایی را حمل و نمایندگی می کند برای من کافی است. اگر بحث نجات و تبار باشد، عبدالله و حکمتیار هر دو پشتونند. ولی گفتمان صلح با آن که منازعه قومی است، راهکار معطوف و ارزش های شهروندی دارد. حق رای راهکار منازعه تاریخی قدرت در افغانستان است. منازعه خونبار و ویرانگر که صحنه های ویرانگریش را در کلیت تاریخ معاصر سیاست در کشور تجربه کرده ایم. خلاصه، در جدال قومی قدرت، اگر درس های دهه 1390 را فراموش کنیم و از محاسبه بیرون کنیم، خطای استراتژیک می کنیم. تنها پیشرفت در این است که معادله از دخالت پشتون، تاجک، ازاره، ازبک به صحنه های تقابل شهروندی و انحصار قدرت چند گام به پیش رفته است. اگر امرالله صالح و سرور دانش نقد و نکته های برچونین نگاه دارد، شهامت کنند که رو در رو گپ بزنیم. اما عطا محمد نور روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: خلق بحران ریختن آب به آسیاب دشمن است. همان طوری که هموطنان محترم در جریان هستند، در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این نخستین بار بود که احزاب محترم سیاسی و کاندیدان محترم کاندیداهایشان را برای احراز کرسی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سهم شکایات معرفی کردند و در نتیجه عده‌ای از کمیشنران به این سمت‌ها انتخاب شدند و برای پیشبرد این وجیبه ملی گماشته شدند. اکنون از تمامی کاندیدان محترم خواهشمندیم تا به کمیسیون‌ها فرصت بدهند تا آنها به عنوان تنها مراجع مشروع روند را تکمیل نموده و نتایج انتخابات را اعلام کنند. از آن عده کسانی که برای مقاصد شخصی خود میخواهند بحران ایجاد کنند، خواهش داریم لطفاً از این بیشتر با سرنوشت مردم بازی نکرده و به خاطر اهداف کوچک شخصیشان کمیسیون‌ها را که خود در انتخابات کمیشنران آن سهم دارد در میان مردم به اعتبار نکنید. از مردم شریف و با عزت افغانستان خواهش میکنم تا به حرفهای شخصی کاندید خاص که بارها آزموده شده است گوش نکنند. هیچ فردی علاقمند برآمدن به جاده ها نیست و کسی همچنین آرزویی را در سر نپروراند. از علما، بزرگان، فرماندهان و مردم با عزت افغانستان احترامانه درخواست میکنم تا در برابر چنین شخص حریص قدرت که برای بقا دست به هر وسیله زده
و سر از هر سفارت در می آورد تا مگر برای شوکی برسد نه تنها خود استاده شوند که مردم را هم در روشنایی قرار بدهند. بزودی دیدگاهم را در زمینه با مردم شرافتمند کشور از طریق نشست مردمی و کنفرانس خبری در میان خواهم گذاشت. اما آغاز دوباره بازشماری آرا در سایه دوام اختلاف ها، نهادهای ناظر، کمیسیون تابع قانون نیست، تکت های انتخاباتی که بر روند کار در کمیسیون انتخابات اعتراض دارند میگویند که کمیسیون در نشست روز پنج شنبه و جمعه نگرانی آنان را در مورد اعتبار بخشیدن آرای مشکوک برطرف نتوانست و بلکه در تلاش بود که برای آرای تقلبی و مشکوک سفید نمایی کند. این تکت ها مدعی هستند که سقف آرای بایومتریک تا هنوز مشخص نشده، تصفیه معلومات بایومتریک، جداسازی آرای غیر معتبر از معتبر انجام نشده و کمیسیون خلاف قانون و لوایح عمل می کند. با گذشت روزها بیشتر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، جنجال ها و تنش های انتخاباتی نیز رو به افزایش بوده و تا حدی که در روزهای پسین روند انتخابات را تقریبا متوقف کرد. نهادهای ناظر و تکت های انتخاباتی معترض می گویند که تصامیم اخیر کمیسیون انتخابات بر این جنجال ها خواهد افزود و فضای انتخابات افغانستان را ملتهب تر خواهد ساخت. پس از اعتراض برخی از تکت های انتخاباتی به بازشماری آرا، معلوم نشدن سقف آرای بایومتریکی و خارج نشدن آرای مشکوک و نامعتبر از جمع آرای معتبر، کمیسیون انتخابات روند بازشماری را متوقف و روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته نشستی را با تکت های انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برگزار کرد که به نتیجه پایان یافت. سخنگویان این تکت های انتخاباتی می گویند که کمیسیون انتخابات در این جلسه قناعت آنها را فراهم نتوانست و تلاش داشت که آرای تقلبی و مشکوک را توجیه کند. اما اعضای کمیسیون انتخابات ناوقت روز شنبه در نشست خبری اعلام کردند که در نشست روز پنج شنبه و جمعه در مورد اعتراضات و پرسش های این دسته های انتخاباتی پاسخ های تکنیکی و قانونی ارائه شده است. ابوعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند تفتیش و بازشماری آرا برای چند روز متوقف شده بود. روز یک شنبه از سر گرفته می شود که روز یک شنبه روند بازشماری دوباره آغاز شد. خانم نورستانی با خواندن بیانیه رهبری کمیسیون گفت که گزارش های مفصل تکنیکی پیرامون مسئله 137,630 رای دارای معلومات بایومتریکی و رای دهندگان پروسس شده و 102,012 معلومات بایومتریکی که توسط شرکت درملوک بر اساس مشکل تکنیکی خارج از زمان گزارش شده بود از سوی کارمندان تکنیکی ارائه شدند. در بیانیه آمده است که شماری از تکت های انتخاباتی آمار پروسس شده رای دهندگان را با تعداد معلومات بایومتریکی رای دهندگان تجزیه و تحلیل نموده است، در حالی که در سطح رای دهنده این دو معلومات قابل تجزیه و تحلیل است، زیرا معلومات بایومتریکی رای دهندگان که در کارت حافظه ذخیره می شود قابل تجزیه و تحلیل است، در حالی که آمار پروسس شده که در حافظه دستگاه ثبت می شود یک عدد تام و غیر قابل تجزیه و تحلیل در سطح رای دهندگان است. خانم نورستانی همچنان گفت که پس از بررسی تجزیه و تحلیل 137,000 رای از سوی دارالانشای این کمیسیون به ویژه متخصصین ملی و بین المللی، این آرا مشکلی ندارد و با اعتبار شناخته می شود. کمیسیون ابهام در مورد این شمار آرا را با مشکلات تکنیکی در شرکت درملوک نسبت داده است، اما تکت های انتخاباتی پیش از این گفته بودند که این آرا از سوی شرکت درملوک قرنطین شده و باید به اعتبار شناخته شود. از سوی هم اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره 102,012 معلومات بایومتریکی و که به گفته کمیسیون توسط شرکت درملوک خارج از زمان رایدهی گزارش شده اما مسئولیت موثق بودن آن را نگرفته است، فیصله کرده است که از این جمله 13,949 معلومات بایومتریکی که در 262
محل رایدهی خارج از زمان رایدهی ثبت شده و پس از تفتیش و بازشماری در صورت که تخلف و تخلفات در آن اثبات برسد به اعتبار شناخته می شود. بر اساس این فیصله آرای 7092 محل دیگر مشکلی ندارد و با اعتبار شناخته می شود. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.